با درود خدمت بینندگان نازنین تلویزیون الوند، یاشار فانوس هستم از سری برنامه های سازمان زنان خاورمیانه، سازمانی که به همت سرکار خانم پری عسگری مدیریت محترم تلویزیون الوند چندی پایه‌گذاری شده در خدمت شما هستم. موضوع برنامه امشب حقوق شهروندی در ایران از منظر حقوقی و روانشناسی است. میهمانان گرانقدر امشب برنامه سرکار خانم دکتر منیژه نیک اختر هستند. ایشون روان پزشک هستند و جزء هیئت مدیره سازمان زنان خاورمیانه هستند. همچنین در خدمت جناب آقای دکتر دانیال استرخ هستیم که ایشون هم حقوقدان هستند. من در ابتدا میخواستم به سراغ اول خوش آمد بگم خدمت مهمانان ارجمند برنامه و به سراغ خانم دکتر منیژه نیک اختر برم و ازشون در رابطه با نقش مردان و پشتیبانی مردان در حقوق زنان میخواستم که ایشون بفرمایند نظرشون رو بگن. بفرمایید. سپاسگزارم از اینکه بحث رو شروع کردیم. ببخشید من اینو قطع کنم، نمیدونم چی با این که قطعش کردم باز ببخشید. مسئله رول زنها در مسائل سیاسی خیلی اهمیت داره و همکاری و پشتیبانی مردان هم خیلی مهم. ما اینو باید واقعا روشن کنیم به همه، که به آقایون که ما زنها، خودم هم پرسکش میذارم، ما مادران شما هستیم و یا همسران و مادران هستیم، بنابراین احتیاج فوق‌العاده زیادی هست به اینکه کمک و همکاری و حمایت شما رو داشته باشیم. ولی رول زنها، اینو من باید خدمت همه بینندگان عرض کنم که رول زنها در اعتراض علیه رژیم سرمایه‌داری اسلامی در ایران خیلی میتونه مؤثر باشه برای تغییرات. معمولا هماهنگ شدن مذهب و حکومت در رژیمی که مثل رژیم ایران هست و زن ستیزه در مسائل اجتماعی و محیطی و سیاسی بزرگترین ضربه رو به زنان میزنه و قانون مجازات هایی که هست، مجازات های اسلامی در کشورهای دیگر هم سرایت کرده به کشورهای دیگه. حتما همه به خاطر دارن که چندی پیش بعد از سقوط صدام، وقتی حکومت ایران یک مقداری نفوذ کرد به عراق، در بصره 40 زن رو به خاطر بدحجابی ترور کرده و مشابه اونم که ما الان در ایران میبینیم به نحو مختلف، به بهانه مختلف. من خودم چند سال قبل یک بار به ایران رفتم و البته دیگه نمیتونم برم، برای اینکه هرچی اونجا بوده ضبط کردن و آخرین دفعه که رفتم منو میخواستن به دادگاه بکشونن که من پروازم رو سریع کردم و اومدم و دیگه نرفتم. از هرچی هم که اونجا داشتم گذاشتم، گفتم اهمیت نداره، بردن که بردن، مال همه رو، مال خیلی ها رو بردن. ولی مسئله این هست که زنها رول خیلی مهمی دارن و از موقعی که انقلاب شده خیلی از بانوان ایرانی در فعالیت ها شروع کردن و در فعالیت های سیاسی، در فعالیت های علمی، در فعالیت های حقوقی رول مهم داشتن. ولی متاسفانه هنوز مسائل حجاب و محدود کردن و به اصطلاح ما بگیم زن ستیزی اونجا وجود داره. و اگر که همه متوجه هستن که حکومت بیشتر دست یک عده از افرادی هست، از مردایی هستن که آیا یا مذهبی واقعا هستن یا تظاهر به مذهب میکنن و مذهب و یک وسیله برای سرکوبی ملت و منافع شخصی به کار میبرن. در اینجا لازم هست که فعالیت زنها و بانوان شروع بشه و آقایون هم حمایت بکنن.
حالا این فعالیت ها چجور میتونه بشه؟ البته من یه عقایدی دارم، واگذار میکنم به شما و آقای استخر که نظر بدین و منم بعد نظر خودم رو میدم که چجور میتونن خانوما وارد بازار به اصطلاح سیاست و نجات وطن بشن و حمایت آقایون هم به دست بیارن. بله، متشکرم از شما. من ضمن خوشامدگویی به جناب آقای دکتر دانیال استر میخواستم به نظر ایشون رو بدونم. بفرمایید جناب استر. با درود و مهر و سپاس و آفرین به پیشگاه شما بانوی گرامی پری عسکری، مهمان ارجمند برنامه دکتر نیک اختر و همه همتواران و همبندانم هم در سرتاسر گیتی، به ویژه همبندانم هم در کشور گروگان گرفته شده ایران. من پروانه میخوام از بارگاه شما و همه بینندگان و شنوندگانی که برنامه رو میبینند که این پرسش شما رو از دریچه داتیکی و حقوقی به کاوش بگیرم. ببینید، برای این که یک سامانی در یک کشور، در یک سامانه، در یک منطقه‌ای پا بگیرد، برای این که زندگی همگانی و هاضمانی و اجتماعی، نیاز به یک هنجارها، آیین‌ها و رسومی دارد که اون رسوم رو باید همگان پاس بدارن، برای اون ارج بگذارن و این ارج رو به کار ببندن. شوربختان نخستین و بدترین زیر بنا و پایه این سیاه بختی و تیر روزی که دامان کشور ما و مردم ایران را گرفته است این است که یک پندارهای پوسیده به درد نخور، ناکارآمد و پسگرایی به نام آیین دینی که از 1400 سال پیش به جا مانده است رو پوشش و رخت و جامعه قانون پوشیده. ببینید، در یک هاضمان، در یک اجتماع، قانون باید برگرفته از خواست همگانی. این همگانی که میگم فرنود و منظورم از همگانی، بیش از نیمی از مردم هر هاضمان و کشور و هر جایی است. هنگامی که بیش از نیمی از مردم یک خواستی دارن و اون خواست رو میخوان در همه جا گسترده بکنن، پاس بدارن، ارج بگذارن و زندگی همگانی و مشترک اونها رو در یک چارچوب قرار بده، ناگزیر دست به ساختن یک ساختار و آیین و هنجاری میزنن به نام قانون. ما در کشورمون چیزی به نام قانون نیست، چون پندارهای یک آخوند، یک به گفته خودشون یک آیت الله یا مرجع دینی رو اومدن رونویسی کردن و اون رو به نام قانون بر مردمان کشور ما به ویژه بانوان آوار کردن و تحمیل کردن. بانوان ما از نگاه داتیکی و مزدایی، حقوق و ریاضی، مهمترین، ارزنده ترین و بزرگترین بخش هر هاضمان است. هم یک بخش گسترده و پهناور و همانند مادری است که دارای مهر و عاطفه و دوستی 100% است برای مردان، پسران، شوهران و دیگر کسانی که در دامان آنها پرورده می شود. من نگاهم این است که همه اون چیزهایی که ما به نام داده یا حقوق از اون یاد می کنیم، اینها چیزی نیست که ما اون رو در یک صندوقی بایگانی کرده باشیم و هر کس آمد و از ما خواست بگوید حق چیست، ما این رو از صندوق در بیاریم و بهش نشان بدهیم، بگوییم این داته یا حق است. داته یا حق اون تندیسه یا تجسم خواستها، اندیشه ها و باورهای همگانی است که مردم اون رو میان یک رختی به نام قانون بهش میدن. برای نمونه، اگر 100 سال گذشته کشور ما و باستان‌نامه یا تاریخش رو یک بررسی کوتاهی بکنیم، میبینیم که شوربختانه بانوان و دوشیزگان در کشور ما داته و حق آموختن و سواد آموزی رو نداشتن و با این بیگانه بودن و اگرم کسی سخنی میگفت، فریخته چنین درخواستی میکرد،
با پرخاش و سرکوب و دشنام و ناسزا روبرو می شد که اینشون داره بر رو در روی خدا ایستاده است و ضد خدا و ضد دین است. این گونه نیست. بنابراین می خواهم این رو بگویم، هر آن چیزی که یک حازمان و جامعه درخواست بکنن و اون درخواستشون رو بیان یک رختی بهش بپوشن، اون می شود داته. از این روی داته رو ما در همزمان با گذر زندگی، همزمان با چرخش هستی، همزمان با چرخش زندگی یکایک ما، زیرا به نگاه من زمان هرگز نمیچرخد. آن کسی و آن چیزی که میچرخد همه باشندگان و هستی است. این ما هستیم که میچرخیم، این ما هستیم که از کودکی به جوانی، از جوانی به میان سالی و پیری میرسیم. زمان همیشه جاودانه و ایستاست و ما هستیم که بایستی همه ساختارهایی که در ستیز با بانوان، در ستیز با مهربانان و آقایان هست رو به دور بریزیم، اونها رو بشکنیم و یک ساختاری بسازیم که داده و حقوق همگان رو برآورده کنه و به جا بیاورد. از این روی من میگویم هنگامی که بانوان فریاد میکنن که برای نمونه من پوشش که شما میخواهید رو نمیپسندم، اونو بر نمیتابم، این اگرچه قانون هم نشده باشد یک خواست همگانی است که بایستی همه کسانی که با اون حازمان در پیوند و رابطه هستن به اون کرنش کنن، به اون احترام بگذارن و اون رو پاس بدارن و به بهانه این که این کار هنوز قانون نشده نباید از زیر بار اون بگریزن. و به گمان من این که بخواهیم و بگوییم که مهربانان یا آقایان و مردان بیاین از بانوان پشتیبانی کنند، به نگاه من سخن سنجیدهی دست کم نمیتواند باشد، زیرا این مردان، آقایان و مهربانان هستند که نیازمند پشتیبانی و حمایت بانوان هستند. بانوان، همسران، خواهران، دختران و همه دوشیزگان و بانوان ایرانی هستند که چون مادر دامن گسترده برای آموزش، برای ادب آموزی و برای هر فرایند نیکوی دیگری در حازمان و در کشور ما هستن، اونها هستن که ما رو بایستی پشتیبانی کنن. امروز این بانوان هستن که باید پشتیبانی کنن با اون بردباری، با اون دانش، با اون هوشمندی که بانوان دارن، به ویژه در زندگی روزانه دارن، بسیار تنومندتر، نیرومندتر و قویتر از مردان هستن و میتوانن یاری رسان باشن. و بیگمان بدانید هر زمانی که بانوان این رو بخواهن و به کار ببندن، اون چرخه دگرگونی و دگرگونی حازمان و سرنگونی هر فرقه، نظام و رژیمی رو به هم خواهد ریخت و اون رو سرنگون خواهد کرد. به نگاه من این بانوان هستن که باید از مردان پشتیبانی کنن. من تا دقای دیگر در بارگاهتون هستم. ممنونم، بسیار جالب گفتید، دقیقا همینه. از به قول معروف دامن زنان هستن که مردان ساخته میشن و نیاز مردان هست، یعنی پشتیبانی مردان اثر نیاز خودشون هست. نظر شخصی من هم دقیقا همین هست. خب به شما برمیگردیم به آقای دکتر استرخ. من میخواستم از سرکار خانم منیژه نیک‌اختر یه سوالی رو بپرسم در این زمینه که همونجور که ایشون میدونن، خب در مذاهب در واقع میشه گفتش که ما یه سری تکالیف داریم، یعنی وقتی شما وارد یک مذهبی میشی شما یه سری تکالیف داری، اگر اون تکالیف رو انجام ندی در واقع میشه گفتش که شما مجازات میشید. حقوق ولی وقتی یک شهروند زاده میشه همینجوری که به دنیا میاد در واقع میشه گفتش که حقوقش هم باهاش زایده میشه. اینو ما چجوری میتونیم در واقع این نسبت رو حفظ کنیم؟ یعنی چجوری میشه هم مذهب باشه هم مثلا حقوق شهروندی؟ بفرمایید خانم دختر گرامی. خواهش میکنم. ببینید بعد از این انقلاب که پیش اومد اوضاع خیلی فرق کرد. اولا که راجع به حقوق زنان قبل از حمله عربا و حمله اسلام در ایران زنا حقوق مشابه داشتن. ما پادشاه داشتیم، پوراندخت، ایراندخت داشتیم، سردار بود. ما و ایراندخت هم سردار داشتیم و هم پادشاه. مدتش کوتاه بود ولی به هر حال حقوق زن با ارزش بود در ایران.
متاسفانه بعد از ورود اسلام عرب ها سعی کردن که همه چیز رو تغییر بدن. گرچه ما نگاه بکنیم در خدیجه زنی بود که 25 سال حمایت محمد رو کرد، بنابراین رول یک زن یا رول یک بانو مهمه، منتها بعد اتفاقاتی که به اصطلاح بعد از فوت خدیجه افتاد و نمیدونم پیغمبر ادعای پیغمبری کرد و مذهب اسلام به وجود اومد، خیلی گرفتاری پیدا شد و عرب‌ها برای تسخیر ایران که مرکز راه تجاری بود، مرکز ترقی و پیشرفت و تمدن بود و عرب‌ها هم که خب چیزی نداشتن، به هر حال از اونجا یک سری قوم وحشی افتادن و شروع کردن به اصطلاح کشت و کشتار و از بین بردن افراد. ولی یک مسئله هست، من اصولا با مذهب هماهنگی ندارم و اعتقادی به مذهب ندارم، ولی اونایی هم که به مذهب اسلام اعتقاد دارن باید بدونن که اصلا اگر قرآن رو خونده باشن، البته من نخوندم قرآن رو، ولی دوستانی دارم که قرآن کامل خوندن و در هیچ جای قرآن ذکر نشده که زن باید حجاب داشته باشه و حتی خدیجه هم با حجاب نمی رفته. اون موقع اگر یک مثل حجاب رو سر بوده، یکی برای جلوگیری از خورشید و حرارت بوده که خب خود عربان مردم به سر می بستن پارچه، و این مسئله حجاب نبوده. حالا اینو به کار بردن، البته مسئله مثل این که یعنی تو شیعه این رسم متداول شد و اونم برای اینکه واقعا زنها رو بتونن خاموش کنن، در برای اینکه زنها بسیار قدرت دارن. اما مسئله سر اینه که ما قبل از انقلاب، خود من به عنوان یه استاد دانشگاه در دانشگاه تهران رئیس دپارتمان بودم، نماینده سازمان بهداشت جهانی بودم، البته تخصص اپیدمیولوژی و پاتوبیولوژی اون موقع داشتم و هیچ وقت احساس نکردم که تبعیض جنسی بین ما وجود داره. من هر کاری که میخواستم از نظر علمی بدون مانع میکردم و حمایت استادانی مثل دکتر مفیدی، شمس‌الدین مفیدی رو داشتیم. ولی وقتی که انقلاب شد این مسئله پیش اومد که زنها رو تا امکان داره اونها رو زیر یک به اصطلاح زیر یک تو زندان، شاید بگم تو زندان نگه دارن، زندان اجتماعی نگه دارن، و خود اصلا همین حجاب مانع میشه که زن بتونه اصلا از نظر حرکت آزاد باشه. اما مسئله سر اینه که ما چی کار باید بکنیم الان؟ 41 سال، 42 سال هیچ اتفاقی که با مفید باشه نیفتاد. جوانای ما به خیابون ریختن و کشته شدن. خانما، بسیاری از خانمای ایرانی، از بانوان ایرانی حتی به مدرسه و به دانشگاه و به مقامات بالا سعی کردن رسیدن، ولی هنوز اون رسیدن کامل نبود. باید حتما حجاب اسلامی رو رعایت کنن. این مشکل بسیار بزرگی هست و زمان ما 30% از خانما در دانشکده پزشکی قبول شده بودیم و بود. الان حدود 65% بنابراین زنا رو نمیشه خاموش کرد، ولی کمک لازم هست، کمک واقعا آقایون لازم هست و خانوما باید استقلال مادیشون رو داشته باشن، بتونن وارد بازار کار بشن و مناسبات اجتماعی رو بتونن بیشتر تجربه کنن. رول دیگرشون این هست که واقعا از آقایون بخوان که کمک بشن و تنها راهی هم که هست مانوا بیان بیرون، همینجور که توی آلمان شروع شد و تمام کشورهای دیگه اروپا
شروع کردن حمایت کردن از بانوان که تو آلمان به اصطلاح به خیابون ریختن و تظاهراتی کردن برای حقوقشون. بنابراین همکاری لازم هست. بانوان میتونن تو خیابون ها میلیون ها بانو بیان تو خیابون به اصطلاح پلاکارد و پرچم دست بگیرن بدون تظاهرات به جنگی و ستیز و کشت و کشتار، ولی آقایون هم باید در دنبالش باشن. الان مردم آماده هستن، منتها این باید شروع بشه، بتونیم از توانایی بانوان استفاده کنیم و شروع یک مرحله اقدام بشه که بتونیم به اصطلاح از این حکومت جهل و فساد راحت بشیم. باید به شما بخشید سرکار خانم دکتر نیک اختر گرامی، وقت برنامه محدود هست. به شما سری اول خیلی کوتاه صحبت کردید، این سری من به شما وقت بیشتری دادم که صحبت کنید، به شما بر میگردیم احتمالاً برای اینکه خواهش میکنم. خواستم دوباره از جناب آقای دکتر دانیال استخ بپرسم نظرشون رو، و اول اینکه راهکارشون چیه و اون چیزی که سوالی که من پرسیدم رو خیلی کوتاه پاسخ بدن که آیا از منظر مذهبی، مذهب که یعنی دین و مذهب که برای ما هیچ حقوقی نداره، چجوری میتونیم حقوق شهروندی رو، یعنی هم حقوق شهروندی داشته باشیم هم مذهبی باشیم؟ بفرمایید، خواهش میکنم. ببینید، من پیش از پاسخ سرراست به پرسش شما بایستی یک نکته رو روشن کنم و اون این است که دوستان، بانوان، دوشیزگان، همه نوباوگان، زمان نوجوانی شما یک بازه بیشتر نیست، چند سال است. همون گونه که زمان دانشجویی، زمان سربازی، زمان کودکی و و و و این فرصت و وقت رو از خودتون نگیرید. هیچ کس در سن 18 سالگی نمیماند، هیچ کس در سن 20 سالگی نمیماند، هیچ کس در کودکی نمیماند. نخستین چیزی که بایستی همه به اون درنگ کنن و توجه کنن این است که ما داریم میچرخیم، ما داریم میگذریم و زندگی ما هر روز داره به سوی پیشروی میرود و ما اگر در این فرایند اون چیزی که میخواهیم پسندیده است و همگان اون رو دوست دارن به کار نبندیم، زندگی رو باخته. این نکته ای که باید روشن می شود. ببینید، در گستره دانش داتیکی، قانون و دات و حد یک فرایند زیرساختی است به نام ریشه های پدید آمدن و به وجود آمدن دات یا حق یا قانون. همه بی آنکه هیچ کدوم از این رو ما بیرون کنیم، همه فرایندها و پدیدارها و سختیها، دشواریها، خوبیها، تواناییها و ناتوانیها، همه اینها میتوانند ریشه و شالوده قانون و حق باشند. برای نمونه، اون کسی که ناتوان جسمی هست، برای نمونه اگر بخواد در آزمونی دست بیازه و شرکت بکنه، اون بایستی یک کسی رو براش بیارن بنویسه. اون کسی که بیماری حرکی، ببینید این ناتوانیست، یک داده‌ای در کنارش براش پدید آمده. به سخن دیگر، با زاده شدن هر آدمی زاده‌ای خود به خود یک سری داده‌هایی با اون زاده می شود که همزاد اوست. توانایی ها به گونه دیگر، ناتوانایی ها به گونه دیگر. شما اگر دو فرزند داشته باشید، یکی نوباو و اون نوزاد باشه و دیگری مثلا 8 ساله 9 ساله باشد، اون نوباو رو پشتش هم میشورید. چرا؟ چون نیاز داره. این ناتوانی یک حقی برای اون درست کرده که پدر و مادر یا پرستار این کار رو انجام میدن، ولی کودک 10 ساله رو این کار براش نمیکنید، ولی کار آموزشی رو بهش یاری میدید. من میخواهم بگویم که بانوان ارجمند، ایرانیان دلاور، همه دوشیزگان که میدانم شما تیزهوشید، شما دلاور هستید، بیایید این بخت رو از خودتون نگیرید. این بازه زمانی که اکنون در این هستید، در آن هستید، این رو پاس بدارید و بخواهید. خواستن یکی از ریشه ها و سرچشمه های پدیدار شدن حق و قانون است. همین که بانوان ما در چند سال گذشته با پوشش
ستیز کردن و اون رو بر نتابیدن، گفتن ما اون رو دوست نداریم، با کاستی هایی که در قانون برای اونها گذاشته شده. من هیچ کدوم از اینها رو قانون نمیدانم، چون این پندار یک کسی است به نام مرجع دین، به نام آیت اللهی که نمیدونم از کجا پیدا شده، برای خودش یک چیزهایی رو میبافد و پندار بافی میکنند و رخت قانون بهش میپوشند. همه اینها برتابیدنی نیست و امروز زمان و جهان و هستی به گونه رشد و پیشرفت کرده که این سخنان هرگز شنیدنی نیست. گستره فضای آگاهی رسانی در پنتک و فضای مجازی به گونه است که امروز این بخت رو از آخوندها میگیره. کافی است و بسنده است که ما دست به دست هم بدیم و بخواهیم خواستن و کامش داشتن و اراده کردن بخش بزرگی از کامیابی و پیروزی است و تا این کار رو انجام ندهیم نمیتوانیم. بیگمان بدانید بانوان بزرگوار ما یا دختر کسی هستن، یا همسر کسی هستن، یا مادر کسی هستن، یا خواهر کسی هستن. شما میتوانید با اون مهر فراوانی که دارید، نه تنها خودتون که همه فرزندان، همسران، پدران، برادران خودتون رو برانگیزید و بخواهید ازشون که اگر شما رو دوست دارن به شما مهر میورزن، این سامانی بد، سیاه و ننگین کنونی رو که یک ننگ بسیار بزرگ بر پیشانی همه ایرانیان نشانده است از بین ببریم، اون رو برداریم و چنین ننگی رو بردوش و بار خودمون نکنیم. به نگاه من حق باید ساخته شود، ما باید بسازیم حق رو، مردم باید بسازن، مردم با خواسته هاشون میسازن، مردم با خواسته هاشون هر کاری میتوانن انجام بدن و هیچ نیروی برتر، توانمندتر و نیرومندتر از نیروی بانوان نیست. و من دست یکایک بانوان رو میبوسم و باورم بر این است که نه اینکه ما همسان هستیم، که یک پله همه بانوان از مردان بالاتر و برتر است. بله، ضمن تشکر از شما جناب دانیال اسف گرامی، بعد خدمت شما عرض کنم که وقت برنامه ما به پایان رسید و من دوست دارم که شما رو دعوت کنم در برنامه های دیگر ما حتما حضور داشته باشید، شما و سرکار خانم دکتر منیژه نیک‌اختر گرامی. با سپاس و درود، بدرود میگم خدمت شما و همینطور از تمام بینندگان گرامی تلویزیون الوند که تا این لحظه ما رو همراهی کردن تشکر میکنم و بدرود میگم. بدرود. برای دیگر بدرود.